آقای عراقچی سوتی داره در مصاحبه ای که دیشب انجام داده سوتی میده میگه آقای نصرالله مردم جنوب لبنان و جنوب, یعنی جنوب بیروت و در منطقه زاهیه سپر انسانی قرار داده بود لابلای این مردم زندگی میکرد صحبت های ایشونو یه لحظه داشته باشیم اصلا باور نکردنیه جایی که ایشونو مراقبت کردیم طبقه نمیدونم چهارم یا پنجمه یه مجتمع مسکونی بود و وقتی که حالا ماشین ها چند بار ماشین ها عوض شد و جابجا شدیم رفتیم دم یه آسانسور نگه داشت و ما سوار آسانسور شدیم من دیدم که اون دو تا دوست حالا حزب الله که ما رو همراهی می‌کردن یه مثلا تخته یه مقوایی جلوی در آسانسور گرفت ما داخل آسانسور بودیم اینا گرفتیم رفتیم بالا درواز شد هم تخته بردن ما پیاده شدیم دوباره موقع برگشت همین کار کرد من خیلی تعجب کردم گفتم این کار برای چی میکنی؟ گفتن اینجا یه محل یه مجتمع مسکونیه ببین اینجا یه مجتمع مسکونیه یعنی آقای نصرالله ببین اینو وسط جنگ داره میگه همین تو این اتفاقات این مدت یعنی آقای نصرالله به عنوان اینکه مثلا لابلای مردم ببین مردم و سپر انسانی قرار داده دیگه مردم شده پوششش و این کار تروریستیه که اینا میکنن لابلای مردم بودن و کسی خبر نداره سید اینجاست و ما میخوایم اگه احیانا یکی از طبقات آسانسور رو زده بود و آسانسور نگه داشت و درواز شد نبینن توش کیه یعنی خیلی ایشون عادی توی آپارتمانی وسط جمعیت زندگی وسط جمعیت پس <تصفح> ببینید اسرائیل ما هر لحظه داریم از صحبت خود اینا واقعیت رو میفهمیم اسرائیل مرض نداره منطقه مسکونی بزنه آیا عراقچی شما جزء کسانی هستید وقتی که اسرائیل مناطق مسکونی جنوب زاهیه رو میزنه وای اسرائیل چون نمیتونه حریف محور مقاومت بشه داره مردم رو میزنه مردم رو میزنه اسرائیل داره مناطق مسکونی رو میزنه مگه شما اینو نمیگید مگه شما هر اون های هوادار جبهه محور مقاربت اینو نمیگید صحبتاتو شنیدی دیگه قشنگ داری میگی که آقا آقای سید مقاربت در بین مردم بوده گوش خیلی. یعنی خیلی ایشون عادی توی آپارتمانی وسط جمعیت زندگی میکنه یه آپارتمانی وسط جمعیت خب اینو میدونی اینا چون ذهنشو اینه که میخوام بگن که وای این مردمی بوده وسط مردم زندگی میکرده از اون جنبه میخوام بگن حواسشون نیست که ولی بعد اعتراف بزرگی هم تو صحبت این داره بله دستاورد این صحبت اینه که آقا سید مقاربت بین مردم بوده مردمی بوده اینو میخواد برسونه به مخاطبش بگه که وای ما چقدر مردمی هستیم اینا ولی از اونجا نمیفهمه که تو داری مشروعیت میدی به اسرائیل یعنی چرا چون اسرائیل میگه آقا به پیر به پیغمبر که من قبولشون ندارم اینا میگه که آقا به پیر به پیغمبر من مناطق مسکونی رو همینجوری نمیزنم ها اونجا سلاح هست اونجا مأمورای اینا هستن رهبراشون اونجاست اینا رفتن مردم و سپر انسانی قرار دادن لابلای مردم هستن در بین مردم استتار کردن خب تو با این اعترافت بله آفرین یه کارت هزار آفرین بدید به عمو سید نس اسرا آیا الله آ بیا یه کارت هزار آفرین مال تو بیا یه کارت بگو بسرم بیا برو این کارت هزار آفرین کاپ اخلاق مال شما بله بین مردم بودید از این نظر ولی از اون نظر شما کار غیر اخلاقی میکنید که جنگ رو در این سطح میبرید بالا بر در بین این مردم و سپر انسانی یا در بین مردم استتار میکردید نه این که, کردیت نداره کاپ اخلاق پس بده کاپ بده اون کارت هزار بده کاپ اخ... اخ... اخلاق بده آره آره کاپ اخلاق بده کاپ اخلاق هم بهتون نمیرسه اینجا یقت رو میگیریم پوفیوس تو به عنوان رهبر تروریست یا رهبر مقاومت یا هر چیزی که خودتون میگید که داری با اون طرف مبارزه میکنی برای چی لابلای مردمی وقتی که میدونی اون توانایی داره شما رو کتلت کنه چرا لابلای مردمی تا هم نزنه بین من یا اگرم زد بعد شما کلی بازی را بندازید مردم رو کشته و بتونید فضای سیاسی رو در فضای بین المللی علیه اسرائیل کنی وای اسرائیل جنایتکار اسرائیل کودک اسرائیل مردم کش اسرائیل فلان زن کش بچه کش نه اون دروغ نمیگه ببین ما الان صحبت های قاسم سلیمانی رو در آوردیم فهمیدیم که اسرائیل دروغ نمیگه اسرائیل مردم عادی رو نمیخواد بزنه با دقت ساختمونا رو انتخاب میکنه و حتی اگه دو تا روسایی که کنار هم دیگن و یکی از این روستا رو بدونه که واقعا هوادار حزب نیستن و اون یکی هوادار حزب نه به خاطر که هوادار حزب است به خاطری که هواداران حزب اجازه میدن در خونه هاشون انبار تسلیحات نظامی حزب بشه اونجا میزنه پس ما تا اینجای کار حالا اگه واژه اخلاق مداری هم به ارتش اسرائیل نگیم اگه بخوایم خیلی بیانصافی کنیم نگیم ارتش اسرائیل بسیار بسیار ارتش با اخلاقیه از این عناوین ارزشی هم بخوایم بزنیم کنار دست کم میتونیم بگیم که اسرائیل به خاطری که صرف کنه در بمب‌های میلیون دلاریش نیازی نداره مردم عادی رو بزنه یه کف بزنید برام اینجا واقعا دیگه راه منطقی در این حالتشو میگم میگم آقا تمام اون ارزش های اخلاقی رو بزنیم کنار اصلا بگیم آقا اسرائیل به خاطر اخلاق نیست اینا در چارچوب رئال پلیتیک دیگه قیمت بمب گرونه بمب میلیون دلاری داره چرا بریزه رو سر زن و بچه مردم بمب میلیون دلاری پس اگر میریزه میخواد یک هدف مهمتری رو بزنه اون هدفش این نیست که مردم رو بزنه ما هم در قضه این قضیه رو مشاهده اونی که ببین حب و بغز علکی نداره اونی کسی که ما داریم ما, ما اینجا داستان حبی به اسرائیل نداریم ولی بغضی به جبهه مقاومت داریم میخوایم چوب تو آسینتون بده ولی فرای اینا من همه شناختم بیرون از این استودیو که میام واقعا شاید یک سری نظریات حب و بغضیم رو خیلی رو کنم در استودیو و موقع اجرا صرفا متحد هستم به واقعیت میدانی و تحلیل های من مبتنی بر واقعیت میدانیه. اسرائیل برای که بوم های میلیون دلاریشو علکی خرج نکنه نمیاد رو سر زن بچه مردم بم بریزه مگر اینکه آقای نصر الله چی مثل خودت چی گفتی به این زن بچه مردم زندگی کنه بگو یعنی خیلی ایشون عادی توی آپارتمانی وسط جمعیت زندگی میکنه آها اینه البته طبعا آ خب. محله های متعددی وجود داشت دفعه بعدی که شنیدم یه محل دیگری خیلی این از این قضیه ان لبنان خب وضعیت لبنان هم داریم میبینیم و شرایط از این صحبت بیایم بیرون که اینا چیزای نکات مهمیه که بعد تو سر کله اینا بزنیم که یه زمانی قضیه رو نپیچونن به حال نسل‌ها زیر خونه زندگی مردم تهش هم که کتلت شد ایراد نداره باشه